صدای من بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب این شب مفتاب یکی میگه آیا در ما یا همه مهم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا صدای تو صدای من بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو اما میخوام با کشیرضا فاضلی عزیز که در گرجستان هستن در کنار عزیزان در ابتدا از وضعیت پناهندگی از شما بپرسم، چرا که شاهد بر این هستیم که شرط بسیار سختی رو پناهجویان در گرجستان دارن و میخوام ببینم این وضعیت به کجا داره میره، هرچند خود شما سالهاست که این تجربه تلخ متاسفانه شرط سخت پناهجویی رو دارید در کنار خانوادهتون طی میکنید. در خدمتون هستم. عزیز هستی که شاسو جان، ممنون از فرصتی که به ما مثل بقیه بچه ها میدی. بله، ما هم هر سه نفر ما امروز در کشور گرجستان کمتر از 1300 کیلومتر فاصله از شهر تبلیس تا شهر تهران سکونت داریم. بالاخره من و شما هر کدوممون تو این شرایط شهروند خاکی هستیم که ازش کوچانده شدیم، سرزمینی که غنی‌ترین سرزمین های دنیاست، فرزندانش گرسنه‌ن، فرزندانش پابرهنن، خانه ها اجاره ایست، بشکه های نفت به هدر میره و میلیون ایرانی در کشورهای سرزمین های دیگر هدر میره و عملا انگار ما بدهکار بودیم به خاک کشورمون این کوچ رو. بله، شرایط راحتی نیست، شرایط سختیه، نه فقط برای ما، برای بچه‌هایی که در کشورهای اطراف ایران هستن، ترکیه، ارمنستان، گرجستان، آذربایجان و کشورهای مشابه. اما سخت‌ترین بخشش نفوذ جمهوری اسلامی در سیاست دول این کشورهاست. در کنار این موضوع موارد کاملا سلیقه‌ای که اجازه میده عزیزان رو به راحتی دیپورت بکنن. امروز قبل از جلسه صحبتش بود، خبری که آمد برای یکی از عزیزانمون در ترکیه که تا 3 روز با دیپورت فاصله داره و قوانین متعدد دادگاه های بین المللی خارج از هر گونه مباحث اخلاقی، الهی یا هر چیزی که نام بذاریم، حقوق بشری، داره این رو تشدید میکنه و به سمت اخراج میرسونه عزیزانم. در گرجستان این موضوع با جاهای دیگه اونقدر تفاوت نداره. شاید بعضی ها فکر میکنن این کشور یک کشور مسیحیه، برای مسیحیان یه مقداری ارج و قرب بیشتری قائل هستن، اما در حقیقت بوی نفته که اجازه نمیده قوانین، اجازه نمیده شرایط و اجازه نمیده که حقانیت کمک کننده باشه به تصمیم گیری های قضات و دولت. از برادر عزیزم بهزاد آسیایی عزیزم که ایشون هم میبینم یه پیکسل از شاهزاده پهلوی روی پیرنتون دارید و به عنوان یک فعال پادشاهی خواهم میدونم که مشغول هستید در جمع هموطنانتون در گرجستان، از شما بشنویم مثل فعالیتاتون در ایران و همچنین در گرجستان. در خدمتون هستم. تندرست باشید. من خب از فعالیت‌های حالا اصطلاحاً بگیم اجتماعی سیاسی من از سال 82 در بازداشتم، در سال 82 در سالگرد فجایع کوی دانشگاه در خود کوی دانشگاه بودش که بالاخره بازداشت شدم، ساعت آخر شب بعد از تمام درگیری ها بازداشت شدم و چند تا زندان عوض کردم، بازداشتگاه اطلاعات و بعد اوین و رجایی شهر و باز اوین و آخرش هم با اتفاق تلخی که حالا قتل حکومتی بانو زهرا کاظمی، خبرنگار آزاد ایرانی کانادایی، دقیقا تو همون تاریخ بود. یعنی من توی زندان بودم، توی حیات زندان اوین بودم که
ایشون داشتن با خانواده من دم در زندان اوین مصاحبه میکردن و متاسفانه همون حین مصاحبه ایشون رو بازداشت کردن و داخل زندان بردن و اون فاجعه توسط قاتل مرتضوی دادستان وقت جمهوری اسلامی رقم خورد متاسفانه. بعد از اون خب از زندان آزاد شدم دیگه، توی تمام حالا اصطلاحا تظاهرات ها و گرد همایی ها بودم. سال 88 تقریبا میشه گفت توی تمام تجمعات حضور داشتم، حضور فعال داشتم، تا اینکه رسید به سال 91. سال 91 به واسطه فعالیت های مجازی که داشتم، هم خودم هم برادرم به اتفاق چند تا از دوستان همزمان بازداشت شدیم و زندان اوین برده شدیم. مدتی توی بند 209 بند 240 انفرادی ها بودم، برای بازداشتم تموم شد و با وثیقه آزاد شدم و این بازداشت منجر به حبس یک ساله من، حبس تعزیری یک ساله شد و در سال 93 وارد زندان شدم و یک سال حبس کشیدم توی زندان با همراه با عزیزان دیگه. عرض کنم خدمتتون که بعد از بازداشت خب 4 سال متاسفانه به من حکم ممنوعیت از خدمات، ممنوعیت از فعالیت‌های مجازی، فعالیت‌های رسانه‌ای، فعالیت توی گروه‌ها و احزاب سیاسی کلا ممنوعیت داشتم. این ممنوعیت‌ها و این محدودیت‌ها و احضارها و تهدیدها بابت هر تجمع بعد از سال 93 و 92 و 93 باعث شد که من به فکر این بیفتم که از ایران خارج بشم. البته به شدت مقاومت میکردم که من پناهجو نشم، یعنی میخواستم که این اتفاق نیفته، تمام سعیمو کردم که پناهجو نشم و بتونم در رفت و آمد باشم به ایران، تا اینکه متاسفانه تمام تهدیدات دیگه عملی شد و احضار شدم به دادسرای مقدس اوین و مجبور شدم دیگه ایرانو ترک کنم از سال 2020 و از اون سال دیگه در گرجستان به اتفاق عزیزان فعالیت میکنیم. فعال پادشاهی خواه هستم، افتخار سربازی سامانه شاهنشاهی پادشاهی رو دارم در کنار عزیزانم و از اون سال، از سال 2020 فعالیت های میدانی داریم توی گرجستان، تفلیس گرجستان و این فعالیت ها تا به امروز ادامه دادیم. با سپاس، با سپاس فراوان، آمین که با فیض خداوند فعالیت های شما فعالیت هایی خواهد بود که باهاش پیروزی ها خواهد داشت و آزادی سرزمین عزیزمون ایران رو خواهیم دیدش. با شهریار عزیزم، شهریار خلاصی عزیز، که از فعالیت هاتون شنیدیم که نسبت فعالیت های سیاسیتون در سرزمین عزیزمون ایران، اما سپاسگزار میشم همون گونه که خودتونم قسمتی از گواهی ایمانتون رو گفتید، از شما بشنویم شما چگونه به مسیح ایمان آوردید. در خدمتتون هستم. حقیقت این داستان که من بخوام بگم، شاید بهترین شروع همون شروعی که اشاره کردم که توی زندان اوین از دست نوشته ایمانداران مسیحی که داشتن به خاطر ایمانشون به مسیح در زندان حبس میکشیدن، این دست نوشته ها رو از اینا گرفتم و شروع کردم خوندن و خب اناجیل رو خوندم و من خودم میگم من داستان عیسی رو خوندم، من داستان زندگی عیسی و کاری که روی صلیب انجام داد رو خوندم و البته از اونها هم شنیدم، یاد گرفتم، سوالامو یه مقدار از اونشون مدتی که بود پرسیدم و خب در دلم علاقه‌مند شدم به عیسی مسیح و این رو ولی در دلم همیشه نگه داشتم، حتی وقتی هم که اومدم بیرون یا اینکه مثلا مدتی هم که تو ایران بودم یا خارج از ایران، من مثلا انجیل داشتم، میخوندم انجیل رو و این رو برای خودم تو دل خودم نگم، به هیچ کم حتی نگفته بودم و خب اون حسی که داشتم و دوست داشتم همونجوری بدون اینکه کسی بدونه میخواستم با این ایمان یا با این علاقه به این دین یا چی بگم به این ماجرایی که برای عیسی مسیح اتفاق افتاد و کاری که کرد
داشتم زندگی میکردم تا اینکه چند وقت پیش حقیقت توی همین گرجستان من یه بیماری خیلی سختی گرفتم و توی اون تنهایی و اون بیماری که بودم واقعا انقدر سخت بود این بیماری که من با خودم فکر کردم که دیگه ممکنه این کار من رو بسازه. و اورژانس که بستری بودم من انجیلم رو همراه برده بودم و داشتم میخوندم و اون سرم تو دستم بود و اینا، دوباره داشت حالم دوباره بد شد و اینا، حالا کاری نداریم. ولی تو اون حال بد اون روزای خودم یه قولی با خودم دادم که من کاری بکنم برای اینکه این توی این لحظات من با این وسیله یا این همراه من، این چیزی که داره منو الان کمک میکنه تو این وضعیت، این رو وظیفه خودم دونستم که حداقل به کسایی که میشناسم، به دور و بریام یا حد برم که مثلا من رضا جان یا که شیشای دیگه هم میشناختم ولی اصلا اونام نمیدونستن، ولی من اصلا تا به کلیسا هم نمیرفتم، اصلا اینا در جریان نبودن که مثلا من این چیزو دارم. ولی اون ماجرا باعث شد که من دیگه این تصمیمو بگیرم، با خودم این قولو گذاشتم، این قرارو گذاشتم که علاوه بر این که این کارو میکنم، توی همین فعالیت مجازیم هم هر هفته مثلا بین فعالیت‌های سیاسی که دارم میکنم، هر چند تا پست و استوری که میذارم، یکی هم در مورد عیسی مسیح و داستان عیسی مسیح و اتفاقی که برای او افتاد و کمکی که میتونه برای زندگی افراد باشه. حالا قرارم نیست که حتما یک، من اتفاقا امروز داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم، میگفتم که واقعا اینجوری نیستش که ما فکر کنیم، این عقیده قلبی خودمه، دوست دارم اینم اشتراک بذارم با مسیحیان عزیز، قرار نیستش که حتما ما به اون ایمان رو به زبان بیاریم. خیلی از ایرانی ها هستن مخصوصا بعد از این اتفاقایی که تو کشورمون افتاد، اینا واقعا در عمل ایمان دارن به عیسی مسیح، همین که اینها جونشون رو میرن فدا میکنن، این جوانای 16 ساله، جوانای 20 ساله، واقعا انگار که در عمل اینها ایمان دارن. حالا شاید اون پیام بهشون نرسیده یا در زبان اینو نگفته باشن، ولی شاید خیلیاشون، خیلی شاید بیشتر از خیلی از کسایی که هر روز شاید حتی کتاب میخونن و اینجور در فکرشون هست، واقعا در عمل اون کار رو دارن انجام میدن. و امیدوارم که بتونیم هر کدوممون یک گامی برداریم که پیام ها بیشتر برسه و توی این جنگی که الان بین خیر و شر که حالا مدت ها بوده و هست و خواهد بود، امیدوارم اون پیام های صلح‌آمیز، پیام هایی که از مهر و محبت میاد، پیام هایی که از عشق میاد رو بتونیم برسونیم، که یکی از زیباترین ها و شاید بشه گفت بزرگترین هاش همین داستان عیسی مسیح است. آمین آمین. با سپاس. درود بر همیهنان ورزشکاران ایرانی. من از ایونت تریل رانینگ لیسی پیامو میخوام بفرستم برای همه ورزشکارا، مخصوصا دونده ها، که تو هر فعالیت ورزشی که انجام میدید سعی کنید پرچم شیر و خورشید رو همراه خودتون ببرید و این پرچم رو معرفی کنید به همه مردم دنیا به عنوان پرچم رسمی قلب‌های مردم ما، پرچمی که واقعیت در واقع برای ایران ماست و تاریخ و هویت ما در اون نهفته است. درود میفرستم به همه تون، همیشه ورزش کنید، پاینده باشید، به یاد مجید رضا رهنورد و همه کسایی که جونشون رو در راه ایران و پرچم شیر و خورشید در رساله تیموتا